بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله استلی آقای قاضی رو. رضوان خدا بر مرحوم آقای قاضی جز به عرفای کم نظیر شیعه در این دوره های اخیر بود. ایشون عائله مند بود، 10-11 سر عائله داشت، خیلی هم فقیر بود. خودش به شاگرداش میگفت خدا امتحان منو تو این دنیا فقر قرار داده، خدا امتحان منو تو این دنیا فقر قرار داده. اما با این وجود اونایی که با ایشون بودن و از ایشون نقل میکردن میگفتن زبان شاکر، روحیه خوش و بانشاد، کسی انگار هیچ غمی تو عالم نداره. به خصوص تو نماز میگفتن آنچنان مبتهج و لذتمند بود که بعدها به بعضی از شاگرداش میگفت من چند روز موندم دارم فکر بکنم که اگر دنیا رفتیم تو بهشت خدا گفت دیگه اینجا نماز نیست، از چی من لذت ببرم؟ من لذتم از این نماز، کیفم از این نماز. خوش بود، بلا خوریم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. مرحوم علامه تهرانی سالهای خیلی نچندان دور از دنیا رفت، ایشون میگفتش که من نجف خدمت یکی از بزرگان نجف رسیدم، آیت الله آقا جمال گلپایگانی، صاحب رساله و مرجع و با عظمت بود. گفت خدمت ایشون رسیدم، دیدم یه صحیفه سجادیه تو دستشه، داره این صحیفه رو با چه حالی میخونه، عشق میریزه مثل باران بهار و اصلا تو بیرون به بیرون هیچ توجهی نداره. یه چند دقیقه من رفتم نشستم کنارش، ایشون بعدش که این دعا رو تمام کرد به من نگاه کرد، دعای اسد محمد حسین علامه تهرانی، اسمش اسد محمد حسین تهرانی بود، گفت اسد محمد حسین تو میدونی من چقدر گرفتاری دارم، بدهی دارم، قرض دارم، مریضی های متعدد دارم، ولی اسد محمد حسین تو دنیا خوشتر از من پیدا نمیکنی، تو دنیا خوشتر از من پیدا نمیدونی من چه حالی دارم. در زندگی مشکل داشتن اما با زندگی مشکل نداشتن. این هنره، این هنر رو هر کسی نمیتونه داشته باشه، راه داره، راه داره، هنر هستش. امام سجاد الله اکبر تو دعاهای صحیفه سجادیه، یه جا تو صحیفه سجادیه امام سجاد از خدا اینجوری میخواد که اللهم اجعل شکری لک علی ما زبیت انی اوفر من شکری ایاک علی ما خولتنی. خدایا اون شکری که به خاطر چیزهایی که از من میگیری بیش از شکری قرار بشه بده که به خاطر اون چیزهایی که به من دادی، شکر بر نداده ها رو بیشتر از شکر بر داده ها بکنم، بر نعمت ها بکنم، شکر بر نداده ها بیشتر بشه. اینو یه جای امام سجاد تو صحیفه سجادیه داره. تو دعای 15 صحیفه سجادیه رو ببینید، امام سجاد در حال بیماری این رو خوندن و یاد دادن به دیگران. امام سجاد تو این دعا تو موقع درد و بیماری ببینید تعبیرش رو، میگه اللهم لک الحمد، خدایا برات شکر میکنم به خاطر سلامتی که تا حالا داشتم، درسته که الان ندارم ولی تا حالا که سلامت بودم، که به خاطر سلامتی که تا حالا داشتم. یه آقایی شاید 80 سالش بود، یکی از رفقام میگفتش که این پیرمرد رو پاش یه مشکلی پیدا کرده بود، رو ویلچری مرو بر میبردنش. میگفت ازش سوال کردم که آقا جان چطوری؟ اول اون نیمه خالی لیوان رو مطرح نکرد که خیلی درد دارم چی و چی. اول گفتش که 80 سال خدا به هم پا داد، 80 سال من با این پاها کار کردم، حالا یه چند مدت کوتاهی هستش که فعلا از کار افتادن بازنشسته شده. اول امام سجاد تو این دعا میگه خدایا شکرت بر سلامتی که تا حالا داشتم، بعد میفرمایید عرض میکنه به خدا المتعال که ولک الحمد علی ما احدثت بی من علت، خدایا به خاطر این مریضی هم حمدت میکنه، به خاطر این مریضی هم شکرت. این دیگه چه شکری داره؟ خود امام سجاد میگه، میگه و ما ادری ایل حالین احق و به شکر لک، نمیدونم کدوم حالت سزاوارتره که بیشتر شکرت کنم، سلامتی یا مرض. تو سلامتی عبادتت میکردم یه چیزایی گیرم میومد، تو مرض بیشتر گیرم میاد،
میدونید تو روایات ما هست شخص تو مرض اگر شکوه از خدا نکنه، شخص تو مرض تمام گناهان گذشتش پاک میشه. این روایت که وقتی سلمان مریض بود پیغمبر به عیادتش رفت، گفت سلمان اون مریضی که این مریضی که داری جوری هستش که اگه از این مرض بیای بیرون از تمام گناهانت بیای بیرون. این یکی از چیزایی که خدا به مریض میده. دوم این که دعای مریض دعای مستجابه، دعاؤه که دعاء الملائکه. این تو روایت باز پیغمبر به سلمان گفت سلمان دعایت مثل دعای ملائکه است. واسه همینم گفتم وقتی به عیادت مریض رفتید یکی از آداب عیادت مریض این هستش که بهش بگید دعا کنه. سوم این که برای مریض اون کارهایی که تو سلامتی میکرد و الان نمیتونه بکنه، میتونست موقع نماز اول وقت بیاد مسجد، الان مریض نمیتونه بیاد، خدا به دو تا ملک بگی که براش هر کار خیری که تو زمان سلامت میکرد الان نمیتونه بکنه براش بنویسید. امام سجاد میگه من نمیدونم، فما ادری ایل حالین احق به شکر لک، کدوم یکی از دو حالت سزاوارتر شکرتو بکنم، سلامتی یا مرض. خب ببینید این نگاه، نگاه همون کسی هست که با زندگی مشکل نداره. این هنره، این هنر هستش که آدم این شکلی باشه. آخر دعای ابو حمزه، من تقاضا میکنم از برادرای بزرگوار و خواهرای بزرگوار آخرین جمله دعای ابو حمزه رو بردارید، دیگه آدرس خیلی واضحه، آخر ابو حمزه یه جمله، شاید بعضیاتون هم حفظید این جمله رو، حفظ بکنیم اگر نیستیم، تو قنوتا و سجده هامون زیاد بخونیم. فوق‌العاده است، جز امام سجاد و جز معصوم کسی بلد نیست اینجوری حرف بزنه و اینا رو به ما یاد بده. امام سجاد تو این جمله میگه اللهم اینی اسألوک ایمانن تباشر بهی قلبی و یقینن صادقن حتی اعلم انهو لن یصیبنی الا ما کتبت لی و رزنی من العیش به ما قسمت لی یا ارحم الراحمین. دعا تمام میشه دی، دعای ابو حمزه تمام میشه، فوق‌العاده است. اللهم اینی اسألوک ایمانن تباشر بهی قلبی، خدای ازد یه ایمانی میخوام که همیشه تو رو حاضر ببینم. تو همیشه حاضر هستی، همیشه ناظر هستی، ولی من نمیبینم، من حس نمیکنم، در واقع من غایبم. میخوام یه ایمانی به من بدی همیشه تو رو حاضر ببینم. اگه آدم همیشه خدا رو حاضر ببینه چجوری زندگی میکنه؟ یه استادی سر کلاس بود داشت درس میگفت راجع به خدا حرف میزد، یکی از شاگردا گفتش که استاد این خدایی که میگی چرا انقدر پنهانه؟ چرا نمیبینیمش؟ چرا حسش نمیکنیم؟ چرا انقدر پنهانه؟ چرا انقدر غائبه؟ چرا غائبه؟ چرا حاضر نیست؟ این استاد خیلی فهمیده بود. یواش یواش اومد از کنار نیمکت و صندلی این شاگرد رد شد و پشت سرش رفت ته کلاس، رفت گفت منو میبینی یا نمیبینی؟ اون شاگرد گفت نه نمیبینمت. استاد گفت برای چی نمیبینی؟ گفت خب چون پشتم به شماست، خب برگردم میبینم. گفت همین، ما پشتمون به خداست، ما پشتمون به خداست نمیبینی، ما غایبیم، ما جلو چشممون رو بگیریم خورشید رو هم نمیبینی. این که تقصیر خورشید نیستش که. گفت پشتت به من هست نمیبینی، ما چون پشتمون به خداست، اگه به سمت خدا باشیم میبینیم.